سلام میگم خدمت شما دوستان عزیز ادوین کشی شاپکونس هستم جلسه 57 هفتم هست از مجموعه دروس الهیاتی تخت سیاه و خوشحال هستم که به من ملحق شدی داریم در باب الهیات اوپن ما هم دیگه صحبت میکنیم تمرکز ما بر روی آموزه خداست که این نگرش های مختلف الهیاتی که در جامعه مسیحی دنیا وجود دارن چگونه خدا رو تعریف میکنن چه ویژگی ها و صفاتی رو برای خدا قائل هستن. توی جلسات گذشته به این نگاه کردیم که دلیل باورشون چی بود و بر چه اساسی این صحبت ها رو ارائه میدادن و خواستگاه کتاب مقدسی الهیات اوپنتیزم چی بود به کتب عهد عتیق و عهد جدید نگاهی داشتیم و نظرهای اونها رو با همدیگه بررسی کردیم و از دو هفته گذشته داریم این مسئله رو با همدیگه مورد بررسی قرار میدیم صحبتی که اوپنتیستا میکنن و میگن که الهیات کلاسیک در حقیقت از فلسفه یونان تاثیر بسیار زیادی پذیرفته و ما برای اینکه بتونیم وفادار باشیم به کتاب مقدس باید تشخیص بدیم که فلسفه یونان در کدام قسمت های از الهیات خودمون تأثیر زیادی گذاشته به نوعی که ما رو از اون مسیر اصلی که خدا در نظر داشته منحرف کرده اونها معتقد هستند که الهیاتی که امروز الهیات کلاسیک میخونیم منعکس کننده حقایق کتاب مقدس نیستن اونها میگن که داده های کتاب مقدس به وسیله ابزارهای فلسفی که از اونها برای تشریح و توضیح استفاده کردیم آلوده شدن اونها مختوش شدن و این حقیقت مختوش شده رو بدون اینکه متوجه شده باشیم چنان عادی برای ما شده که اون رو هنوز هم داریم الهیات کلاسیک میخونیم و باید اینها رو کنار بزنیم باید این فلسفه یونان رو کنار بگذاریم و متوجه بشیم که کتاب مقدس چی میگه و به همین منظور اونها به پدران کلیسا میرن و گفتگو و گفت اونها رو با فلسفه زمان خودشون مورد بررسی قرار میدن توی جلسه دو, جلسه گذشته به چند تا از فلاسفه یونان نگاه کردیم و اینکه اونها چه تعریفی رو از خدا داشتن و ویژگی ها و خصوصیات و صفاتی رو که به خدا منصوب میکردن چه بود و سعی کردیم که از زاویه نگرش و این مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم که حالا چه ویژگی های مشترکی بین توضیحات این فلاسفه یونان و تعاریف پدران کلیسا در باب خدا وجود داره که بتونیم ارتباط اینها رو با هم پیدا بکنیم و اونها دارن بازرسی میکنن این مطلب رو که این ارتباط نشان دهنده این هستش که فلسفه یونان بر الهیات مسیح تاثیر گذاشته و ما از نسلی بعد از نسل تفکرات آغشته به فلسفه یونان رو به آریه گرفتیم به ارث گرفتیم و امروز نادانسته داریم صحبتهایی رو تکرار می که صحبتهای کتاب مقدس نیست بلکه صحبتهایی هستش که فلسفه یونان داره به ما دیکته میکنه و داریم همین مسیر رو همین توضیحات رو جلو میریم و طی می و من دارم از زبان فیستا نگرششون رو موضوعش موضوعشون رو برای شما تشریح می‌کنم. دلیلش این هستش که دوستان عزیز که ما بدونیم به چی چه چیزی باور داریم و چرا به اون چیزی که معتقد هستیم ایمان داریم؟ در الهیات مسیح نگرش ها متفاوته و داریم از های متنوی کتاب مقدس مورد بررسی قرار میدیم دنیای کلیسای من یا فرقی که من متعلق بهش هستم تنها دنیای حاکم و موجود نیست و مسیحان را از زوایای گوناگون به کتاب مقدس مینگرم و وظیفه من این هستش که قبل از اینکه اونها رو رد بکنم متوجه بشم که کی هستم پیش از اینکه بگم که من تو رو قبول ندارم باور تو رو قبول ندارم بگم که من فهمیدم به چه چیزی باور داریم و صرف تکرار و ارائه این صحبت ها که شاید هم خیلی از اینها برای شما دوستان عزیز جدید باشه به با این معنا نیست که من دارم اونها رو تایید میکنم بلکه وظیفه من به عنوان کسی که داره کتاب مقدس رو تعلیم میده این هستش که این نگرش ها رو برای میز بگذارم و صادقانه دلایل و استدلال های اونها رو خدمت شما بیان بکنم بدون اینکه اونها رو با نف... تفکرات خودم بیامیزم تا شما اونها رو نگاه کنید اونها رو تحلیل بکنید اونها مورد بررسی قرار بدید و آگاه باشید که مسیحیان چطور دارن در این جامعه الهی با هم وارد گفتگو میشن اینها مهم هست به همین خاطر هست که داریم از این زوایا نگاه میکنیم دلیلش هم خدمتون گفتم به این خاطر کمی بیشتر بر روی الهیات اوپنتیزه داریم اوپنتیزم تاکید زیادتری کردیم و یه مقدار آرامتر پیش بیریم چون این دیدگاه در بین جامعه مسیح ایرانی بسیار تازه است و هر وقت یک دیدگاه تازه ای رو خیلی مختصر ارائه میدید فرصت زیادی برای ابهام به وجود میاد امکان اینکه تفکرات نادرست در باب باورهای اونها وارد صحنه بشه زیاد است بنابراین تلاش من این هستش که تا اونجایی که امکان داره این صحبت رو پرورش بدم تا شما بدونید این گروه به چه چیزی معتقد هستند توی جلسات گذشته با صحبت در خصوص باورهای افلاتون با هم ادامه دادیم و اون بخش رو پایان دادیم امروز میخوام در خصوص ارسطو با شما صحبت بکنم ارسطو نوشته هایی در مورد خدا داره اما خیلی کم و پراکنده هستن در حقیقت ارسطو تمایل چندانی نداشته تا به مسئله خدا بپردازه بلکه بیشتر به این مسئله علاقه داشت که چرا دنیا تغییر و حرکت رو تجربه میکنه چرا در دنیا تغییر و حرکت وجود داره و در جهت پاسخ به این پرسش هستش که ناچار هست در باب خدا هم صحبت بکنه عرستو به خدای متعال معتقده اما این باور خدایان دیگر رو که از درجه رتبه پایین تری هستند در چارچوب فکری عرستو رد نمیکنه با اینکه این خدای متعال رو بهش اعتراف میکنه اما باورمند به خدایان دیگه از رتبه پایینتر هم هست خدایانی که به امور مختلف در دنیا مشغول هستند خدایی که مشغول امور زمین هست خدایی که به امور بشری میپردازه اما توجه اصلی ارسطو به خدای والایی هست که بالاتر از خدایان دیگه قرار داره خدایی که دلیل اصلی همه ی حرکت ها و تغییرات هست تو بعد از بررسی مدلی که افلاتون در مورد فرم ارائه داد که توی جلسه گذشته با شما در خصوص اون صحبت کردم به این نتیجه میرسه که چشمنداز افلاتون قابل توضیح دادن مسئله حرکت و تغییر نیست به همین خاطر اون معتقد بود که باید محرکی باشه که خود حرکت نمیکنه. باید محرکی باشه که خود حرکت نمیکنه محرکی که دلیل حرکت و تغییر در دنیا هست محرک نخستین به انگلیسی بهش میگن آن مو موور محرک نخستین تو معتقد بود که این آن موور این خدای متعال دلیل حرکت و تغییر در این دنیاست اما به نوعی که خود هرگز تغییر نمیکنه او دلیل اصلی همه این هاست او محرکی هست که خود هرگز حرکت نمیکنه اگر با صحبت های پدران کلیسا آشنا باشید مخصوصا با اصلاحگران که در قرون 16 هم به بعد وارد گفتگو الهیاتی با سایر فرقه های مسیحی شدن متوجه خواهید شد که این عبارت آن مووود موور یا محرک نخستین خیلی عبارت آشنایی هست برای ما به خاطر اینکه اونها هم از همین واجه ها و عبارت ها استفاده می کردن تا خدا رو در موردش توضیح بدن اونها در کنار عبارت unmoved mover واجه یا عبارت first cause رو استفاده می کردن. دلیل و محرک اصلین محرک نخستین موجودی وجودی که هر آن چیزی که در دنیا اتفاق میفته باید دلیلش رو درش جستجو کرد او دلیل اتفاق همه چیز هست هیچ چیزی در این دنیا اتفاق نمیفته مگه اینکه این محرک نخستین اون رو تقدیر کرده باشه چیزی در دنیا نمیتونه به حرکت در بیاد مگه اینکه ریشه در این محرک اصلی در این علت اولیه داشته باشه عبارت علت اولیه عبارت محرک نخستین این عبارت بسیار رایجی بود که پدران کلیسا از اون استفاده میکردند تا خدایی رو که دلیل وجود و حرکت همه چیزهاست توضیح و تعریف توضیح بدن و تعریف بکنن خیلی از باورمندان به الهیات کلونیزم هم به این مسئله معتقد هستند که در دنیا هر اتفاقی که میفته به خاطر این هستش که دلیل نخستین علت اولی اون را تقدیر کرده به نوعی که این را توی پرانتز توی اعتقادنامه وستمینستر بیان می کنن که اراده آزاد موجودات یا اراده سانوی یا علت سانوی هرگز مخدوش نشه برحال من می خواهم این،, این خط موازات صحبت های رو که البته تأثیر گذاشت بر افرادی مثل آه آه آه، تامس کوینس که کلیسای مسیح رو حدود 300 سال تحت تاثیر قرار گذاشت تفکرات اندیشه های وی و صحبت های پدران کلیسا نشون بدم که چطور برای توضیحات روایت ها و داستان های کتاب مقدس که در حقیقت ذات خدا رو انکاس میکنه از ابزارهای فلسفی استفاده کردن و حتی عبارات فلسفی وارد این مباحث شد آن موفد موور یا محرک نخستین مفهوم فلسفی هستش که توسط ارستو به عنوان علت اصلی همه حرکت ها در جهان توصیف شد همونطور که از اسمش, مشخص هست محرک بی حرکت چیزهای دیگر رو حرکت میده اما هیچ عملی که باعث حرکت اون بشه رخ نمیده او بر همه چی تاثیر داره دلیل وجود و حرکت و تغییر همه چیز هست بدون اینکه خودش تأثیر بپذیره باید برای همه چیز یک دلیل اصلی و اولیه ای باشه ارسطو می گفت که در حقیقت پاسخ این, این, دلیل اصلی پاسخ به همه حرکت هاست با اینکه دنیا ازلی هست اما باید در نهایت به چیزی وابسته باشه اما این محرک بی حرکت باید بدون اینکه تغییری و یا حرکتی در او ایجاد بشه دلیل اصلی تغییر و حرکت همه چیز باشه چون او تغییر یا حرکت کند اگر او تغییر و حرکت کند دیگه نمیتوند کامل باشد اگر چیزی باعث بشه که محرک این, این علت اولیه باشه در حقیقت خودش هم اون رو نمیتونیم علت اولیه بخونیم خدا در کاملیت خودش نمیتونه این رو هم معتقد بود دلستو که خدا در کاملیت خودش نمیتونه شکل دهنده دنیا باشه خدا دلیل نهایی هست اما دلیل مستقیم به این معنا که خود دنیا رو شکل بده نیست چون اگر خدا دنیا رو تغییر بده بنابراین باعث تغییر در خود او هم میشه و در نتیجه کاملیت خودش رو از دست میده بلکه خدا با کامل و زیبا بودن دلیل حرکت دنیا به طرف خودش و شبیه شدن مثل خودش هست اگر خدا به هر نحوی وارد رابطه با دنیا بشه در حقیقت به این معناست که به دنیا وابسته است خدا به طرف دنیا نمیره بلکه این دنیاست که به طرف خدا میره بنابراین خدا با دنیا وارد رابطه نیست این خدا ارستو معتقد بود که ذاتا تغییر نپذیره و هرگز نمیتونه از چیزی تاثیر بپذیره این خدا روح نیست بلکه تنها یک ذهنه در این قسمت هم با افلاتون اتفاقا هم عقیده نیست چون افلاتون معتقده که خدا روح است خدا کامل هست و تنها کاری که یک وجود و هستی و کامل و قائم به ذات انجام میده فکر کردن این نکته خیلی جالبی هستش که ارسطو داره در مورد خدا توصیف میده میگه که خدا کامل است و تنها کاری که تنها کاری که یک موجود کامل و قائم به ذات میتونه انجام بده اندیشیدنه اما پرانتز باز میکنه و رستو میگه که خدا در مورد اندیشیدن اندیشه میکنه یعنی خدا وجود کامل است و تنها به یک چیز کامل و به شکل کامل میاندیشه و تنها چیزی که میتونه بهش بی اندیشه خودشه تنها کاری که یک موجود کامل و قائم به ذات میتونه انجام بده اندیشیدنه و تنها چیزی که میتونه به اون بی اندیشه خودشه شاید تصوری رو که ما میبینیم مرسود داره از خدا خدایی رو داره به ما می‌نمایانه که خیلی خودشیفته است اما دلیل صحبت ارسطوی دلیل فلسفیه و به خاطر یک چیزی داره این نوع تعریف رو در خصوص خدا و این نوع عمل رو در خصوص خدا ارائه میده چون اگر خدا به چیزی فکر کنه که موضوع اندیشیدن خدا هست که در حقیقت ناقص هست این موضوع این مفعول چون خدا نمیتونه دانش رو با تفکر در مورد چیزهایی که خارج از وی هست و ناقصه کسب بکنه برای این عامل و مفعول اندیشیدن اندیشه الهی از هم متمایز نیستن اگر مفعولی که خدا داره به اون می اندیشه این چیزی که مورد اندیشیدن قرار میگیره چیزی جز خدا باشه که در حقیقت ناقصه به این معناست که این خدای کامل داره به این میاندیشه تا دانشی رو از این موجود ناقص کسب بکنه که پیشتر نداشته پس اگر دانشی رو از یک موجود ناقصی که پیشتر خدا نداشته کسب میکنه نشان دهنده این هستش که خدا کامل نیست بنابراین هیچ دلیلی نداره که خدا به چیزی خارج از خودش بیاندیشه به موجودی که ناقص هست به موجودی که کامل نیست بنابراین این اندیشه باید در درون خدا اتفاق بیفته بنابراین عامل اندیشی کسی که می اندیشه اندیشمند با مفعول اندیشه چیزی که مورد فکر قرار و بررسی قرار میگیره نمیتونه از ذات خدا جدا باشه نمیتونه متمایز از هم باشه این تفکر و تعریف ارسطو از خدا بود اگر خدا با تفکر بر چیزی خارج از خودش مشغول بشه این نشانه این هستش که در این فرایند اندیشیدن داره دانش رو کسب میکنه که پیشتر نداشته و این با ایدای ایده خدای کامل متقایره مقایرت داره بنابراین اندیشیدن خدا باید کامل و عالی باشه در این صورت باید موضوع اندیشه با کسی که عمل اندیشیدن رو انجام میده یک باشه یکی دیگه از نتایجی که ارسطو از این نوع طرز تفکر میگیره این هستش که چون خدا نمیتونه به چیزی خارج از خودش فکر بکنه بنابراین او از وجود چیزی جز خودش آگاه نیست بنابراین هیچ لزومی هم نداره و دلیلی برای ارتباط با دنیا هم در ذات خدا وجود نداره این به اون معناست که خدا هیچ احساسی نسبت به دنیا نداره و این از خدا خدایی, می از از خدا خدایی رو میسازه این تعریف از خدا... شخصیت رو معرفی میکنه که در حقیقت شخصیت نداره فاقد احساس هست فاقد رابطه هست در نهایت عرستو میگه که خدا هست و اون محرک بی حرکت هست و در او جزئی نیست ترکیبی نیست مرکب نیست احساسی نداره رنج نمیکشه و هرگز تغییر نمیکنه بعضی از این تفکرات وارد تفکر الهیات مسیحی شده اون پنتیستا میگن میگن یعنی که آن چیزی که ارسو داره از خدا تعریف میکنه ما میبینیم که الهیات کلاسیک هم وجود داره در حالی که کتاب مقدس از خدای دیگه ای داره صحبت میکنه خصوصیات و ویژگی هایی که کتاب مقدس به خدا الساق میکنه با آن چیزی که الهیات عرسو داره معرفی میکنه که مسیحیان از اون استفاده دارن میکنند فرق میکنه اجازه بدید تو این فرصت کوتاه در مورد رواقیون هم با شما دوستان عزیز صحبت بکنم بعد بحث خودمون رو توی جلسات بعد ادامه خواهیم داد رواقیون فلسفه رواقیون قرنها وجود داشت اما با این وجود در بین فلاسفه اتفاق نظر در مورد طبیعت خدا وجود نداشت و نظرات گوناگونی در بین رواقیون در باب خدا رایج بود نظریه رواقیون اساسا مادی بود در نظر اونا هر چه حقیقت دارد مادی هست توده و ماده یا جسم و جان حقیقت واحد و با یکدیگر ادغام کلی دارند وجود یکی در تمامیت وجود دیگری ساری هست اونا باور داشتن که دنیا قائم به ذات هست بنابراین تنها باید یک جوهر و ذات داشته باشد در نهایت تنها یک اصل وجود دارد اما این اصل از طرق دیگر و وسایل مختلف نمود پیدا می کنه. دنیا یک زنجیر بزرگ وجوده خدا ازلی هست و هرگز خلق نشده و از بطن او تمام هستی خلق شده و به خدا متصل است. با اینکه هویت خدا در جهان است اما از اون قابل تشخیص اونها این خدا رو یک موجودی میدانستند که شخصی بود و هیچ چیزی در این دنیا خارج از اراده خدا انجام نمیپذیرفت. اونها همه چیز رو از پیش تقدیر شده توسط خدا می دونستن. اما در این حال این رو هم قبول داشتند که انسان امور خودش رو در دست داره مسئله پیش تقدیری مسئله شر رو هم پیش میکشید که اونها باید برای اون پاسخی ارائه میدادن و اونها میگفتن که در حقیقت شرری وجود نداره اگر خدا همه چیزی رو داره تقدیر میکنه بنابراین هر آن چیزی رو که ما به عنوان شر میبینیم در دنیا اتفاق میفته به خاطر این هستش که خدا این رو تقدیر کرده مؤلف اون خداست اما مشکل این که اینجا پیش میامد این بود که این شرارت به خدا نسبت داده می شود و به خاطر اینکه بتونن با این مشکل روبرو بشن و این نوع صحبت ایراد به تفکر و فلسفی اونها وارد نشه اونها می گفتن که شما باید مسئله شر رو یا تعریف شر رو تغییر بدید اونا می گفتن که در حقیقت شری وجود نداره اگر تنها چشمان خدا به دنیا نگاه بکنیم متوجه میشیم چیزی که ما امروز برچسب شر رو بهش زدیم در حقیقت ذاتن و باطنا شر نیست تمام چیزها در دنیا با مقصود خاصی وجود داره تمام شرها در دنیا چشمان خدا به همراه مقصودی هستند که در نهایت نیکو میباشن خدا برای هر کدوم از این تراجدی ها و شرها و بدی هایی که در دنیا تجربه میکنیم مقصود نیکویی داره و زمانی که شما این مقاصد و اهداف نیکو را در این شرها میبینید لازم نیست که اونها رو شر بنامید چون در نقشه نهایی خدا جای مشخص و لازمی دارند هدف خدا، مقصود خدا، نقشه خدا، اراده خدا کامل نیکو است و خدا از روش ها و طریق های مختلف استفاده میکنه تا مقصود خودش رو به کمال برسونه اراده خودش رو برقرار بکنه و اگر در انجام اراده الهی ما شر رو تجربه میکنیم یا وضعیتی رو داریم باهاش روبرو میشیم که با نیکوی فاصله داره به این خاطر که ما نمیتونیم از،, از،, چشمان خدا به مسئله نگاه نمی کنیم. کافی هستش که از چشمان خدا نظارهگر تمام وقایع دنیا باشیم اون موقع متوجه خواهیم شد که این چیزهایی رو که ما تجربه میکنیم و اسمش رو شر میگذاریم در حقیقت شر نیستن بلکه نیکو هستن چون خدا اونها رو تقدیر کرده شاید یک تراژدی که برای شما پیش میاد شما اون رو خوب ندونید اما اگر زاویه نگرش خودتون رو تغییر بدید خواهید دید که در نقشه خدا این نیکویی هست این نیکوست و به خاطر همین اتفاق افتاده و اونها میگفتند که پارسایان کسانی هستند که نقش خودشون رو در این نقشه کلی بدانند و از هر آنچه که در زندگیشون پیش میاد به عنوان فرصتی استفاده کنن برای اینکه شخصیتشون شکل بگیره و اونها معتقد بودن که دعا به جهت تغییر اوضاع بیفایده است زیرا که هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد یکی از فلاسفه ای که با این جبرگرایی مختلف بود سیسرون بود مارکوس تولیوس سیسرو که بین 106 پیش از میلاد مسیح و 43 بعد از میلاد مسیح زندگی می کرد او با اینکه با فلسفه رواقیان هم عقیده بود اما تغییراتی رو به این سیستم فلسفی وارد کرده بود از دیدگاه سیسرون آینده برای خدا باز است و آینده تماما بسته به اون چیزی هستش که انسان ها انجام میدن اگر اراده و علایق انسانی دلیلی خارج از اونها داشته باشه در این صورت انسان اراده آزاد نداره بنابراین شرارت ناشی از اعمال انسانی است شرارت ناشی از اعمال انسانی است و خدا این اتفاقات رو نمیتونه از پیش ببینه اگر خدا از آینده دانشی کامل داشته باشد بنابراین چیزی نمیتواند تغییر پیدا کند و همه چیز باید دقیقا همانطور که خدا میبیند اتفاق بیفتد و این به اون معناست که انسان آزادی تغییر فکر و اراده خیش رو ندارد سیسرون معتقد بود در حقیقت که اگر بگیم که خدا پیشدانی داره اگر خدا اعلام بکنیم که آینده رو میبینه این به این معناست که این آینده ای که خدا میدونه دانش او مطلقه بنابراین چیزی نمیتونه خارج از این دانش مطلق خدا اتفاق بیفته یعنی آینده نمیتونه تغییر بکنه در حقیقت به یک عبارت دیگه دانش خدا از آینده یا پیشدانی خدا از آینده آینده رو تقدیر میکنه هر آن چیزی که قرار هست اتفاق بیفته رو تقدیر میکنه و این با مسئله اراده آزاد انسانی در مقایرته در تضاده اگر انسان اراده آزاد داره به این معناست که میتونه آینده رو تغییر بده و چون آینده رو میتونه تغییر بده بنابراین خدا نمیتونه از آینده خبر داشته باشه چون به محض اینکه خدا از آینده خبر داشته باشه به این معناست که آینده تقدیر شده دانش مطلق الهی دانش خدا از آینده به معنای تقدیر آینده هست و این مسئله با اراده آزاد انسانی در مقایرت هست به همین خاطر چنین نگرش فلسفی رو که رواقیون در خصوص جبرگرایی داشتن رو پس میزنه و میگه من با بعضی از قسمت های الهیات رواقیون هم عقیده هستن اما با این مسئله جبرگرایی نمیتونم سازش داشته باشم به خاطر اینکه این حقیقت اراده آزاد انسانی رو حقیقت اراده آزاد انسانی مخدوش میشه و این چیزی هستش که این چیزی هستش که نمیتونیم به همین سادگی از کنارش بگذریم انسان آزاد هست و باید آزادانه تصمیم بگیره و تصمیماتی که انسان آزادانه میگیره در نهایت آینده رو شکل میده و اگر آینده قرار هست شکل بگیره خدا نباید از آینده با خبر باشه و آینده برای خدا نیز باز هست به محض اینکه خدا دانش مطلقی در خصوص آینده داشته باشه اراده آزاد از انسان سلب میشه امیدوار هستم که سیر فکری رو که اوپن اینجا مطرح میکنند تا ارتباط فلسفه یونان رو با الهیات کلاسیک رو برای شما تشریح بکنن رو ببینید صحبت نهایی اوپنتیستا این هست که کتاب مقدس حقایق بسیار زیبایی رو در باب خدا تشریح میکنه و در مورد خدایی صحبت میکنه که از آینده با خبر نیست در مورد خدایی صحبت میکنه که نسبت به رابطه با انسان بسیار باز هست و با انسان یک رابطه تعاملی داره خدا نسبت به انسان حرکت میکنه انسان واکنش نشون میده و خدا نسبت به واکنش انسان واکنش نشون میده و این رابطه دو طرفه در بین انسان و خدا واقعی و زنده ها و پویا هست و اگر بخوایم به این حقایق کتاب مقدس نگاه بکنیم خدایی که محزون میشه خدایی که پشیمان میشه خدایی که متاسف میشه یا باید به این حقایق وفادار بود و این خدا رو این گونه که هست تعریف کرد یا باید همه اینها رو در صنعت تشبیهی که کتاب مقدس استفاده کرده جای داد و بگیم که همه اینها تمثیلی هستند با من باشید در این خصوص صحبت بیشتری دارم که توی جلسات بعد به اونها خواهیم پرداخت